آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟ در این پاسخگویی به این پرسش و در واقع این سوالی که معمولاً مطرح میشه و گاهی اوقات به عنوان یک تهمت و یک ادعای غلط از دید مسیحیان برداشت میشه، باید و این رو دید که در واقع این سوال از چه جانبی، این اعتقاد، این انتقاد از چه جانبی داره مطرح میشه. دو گروه به طور خاص این اعتقاد رو مطرح میکنن که کتاب مقدس قابل اعتماد نیست و تحریف شده. گروه اول پیروان دین اسلام هستند که بر اساس تعلیمات کتاب خودشون قرآن بر این اعتقادن که کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده، و گروه دوم در واقع منکران دین و مسیحیت و افراد لائیک هستند که باورهای ایمان به خدا و ایمان مسیحی رو رد میکنن و بر این باورن که کتاب مقدس مسیحیان قابل اعتماد نیست. برای پاسخگویی به این سوال که بسیار مهم هست، در واقع هم از باب دفاعیاتی و هم از این که پاسخ دادن به این سوال در واقع پاسخ به این سواله که آیا کتاب مقدس ما قابل اطمینان هست؟ آیا میتونیم رو اون زندگیمون رو بنا کنیم؟ آیا میتونیم باورهامون در مورد خدا، بهشت، مسیح و سایر باورهای مسیحیت رو بر اون اساس متمرکز کنیم؟ باید به چند نکته اشاره کرد. اولا وقتی که مطرح میشه آیا کتاب مقدس تحریف شده، پاسخ ما یک کلمه هست و اون این است که کتاب مقدس تحریف نشده و کاملا قابل استناد، قابل اعتماد و صادق و کاملا قابل توکل هست. ما به این کتاب واقعا میتونیم بنا کنیم زندگیمونو بهش و میتونیم بهش اعتماد کامل داشته باشیم. اما ما چه دلایلی داریم برای این کتاب مقدس تحریف نشده؟ اولا باید پرسید که آیا چه دلایلی شما دارید برای این که کتاب مقدس تحریف شده؟ معمولا وقتی که مسلمین این باب رو مطرح میکنن و این نقد رو دارن که کتاب مقدس تحریف شده، اساس بحث خودشون و آرگومنت خودشون و اون باورهای خودشون رو برای اظهار یک همچین ادعایی بر این میگذارن که چیزی را در کتاب مقدس هیچ نامی از پیامبر دین اسلام نیومده و باورهایی که کتاب مقدس در رابطه با خدا معرفی میکنه، مثل الوهیت مسیح، مثل الوهیت روح القدس، مثل مصلوب شدن مسیح، مثل قیام مسیح از مردگان و در واقع اون آموزه تثلیث، در تضاد هست با آموزه های دین اونها. پس در واقع چون کتاب مسیحیت صحبتی از پیامبر اونها نمیکنه و وعده ای نمیده، و وعده کتاب مقدس اینه که مسیح نجات دهنده جهان، ابتدا و انتهاست، الف و یا، آلفا و اومگا، و نجات دهنده جهان و در نجات، حیات کامل، راه و راستی و نجاته، و کسی قرار نیست بعد از او بیاد و او مسیحای موعود قوم اسرائیل هست که پیامبران به او بشارت دادن. به این دلیل و چون که صحبتی از پیامبر اون دین نمیشه، پس این نتیجه گیری رو میکنن که پس باید این کتاب و این کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده باشه که با تعالیم ما چنان در واقع 180 درجه تفاوت هست، زیرا که دینداری مسیحی و نگاه مسیحی به خدا، به آموزه نجات، به گناه اولیه، به گناهکار بودن بشر و راه رستگاری که از طریق ایمان به مرگ کفاره عیسی مسیح روی صلیب هست که گناهان ما را بر خودش گرفت که ما نزد خدا عادل شمرده بشیم، کاملا تفاوت داره با نجات شناسی اسلامی. نگاه ما به خدا که تثلیث اقدس هست تفاوت داره با نگاه اسلام به شخصیت و معرفی خدا. نگاه ما به عیسی مسیح در مسیحیت به عنوان پسر یگانه خدا، مولود از خدا، خدا از خدا، نور از نور، که مولود است و مخلوق نی، متفاوت با نگاه اسلام که یک پیامبر یا یک پیامبر بزرگ فقط میبینه. به این دلایل پس کتاب مقدس رو تحریف شده میپندارن. اما هیچ دلیلی برای اینکه این کتاب تحریف شده ارائه نمیکنن. ملحدین و در واقع افراد لائیک و مخالفین دین و مسیحیت هم دلایل خودشون رو میارن، زیرا که اونها اساساً با معجزه و وجود چیزی به نام خدا و مکاشفه و وحی مخالفن. اما حالا ما
چه دلایلی میتونیم بیاریم برای اینکه کتاب مقدس تحریف نشده، جدای از دلایل الهیاتی و که میتونه در واقع نشون بده که کلام خدا، کلام راستین خدا، دلایل مکاشفه‌ای شخصی که بر شخص باز میشه، برای شخص هر کس تو قلب خودش این شهادت رو داره. ما میتونیم اول به این اشاره بکنیم که از لحاظ تعداد نسخ و نسخه هایی که ما داریم، نسخه های باستانی قبل از اسلام عهد جدید، ما 25,000 نسخه داریم، 5,686 نسخه به یونانی، 10,000 به لاتین و 9,300 تا به زبان دیگر داریم، نسخه های کتاب مقدسی که به قبل از ظهور اسلام، یعنی قرن 7 میلادی برمیگرده، که این نسخ با نسخه امروز کتاب مقدس ما تطابق داره. پس نشون میده که هیچ تغییری در این نسخه ها به وجود نیومده. دومین دلیلی که ما داریم اینه که تعداد این نسخه ها از تمام نسخه های کتب های قدیمی دیگه که در دست هست، نوشته های ارسطو و افلاطون و فلاسفه و همینطور از نوشته های تمامی چیزهایی که ما داریم از کتب باستانی بیشتر هست، تعداد نسخه هایی که ما از کتاب مقدس داریم، که این خودش صداقت و یک نواختی کلامو نشون میده. دلیل دوم تاریخ این نسخه هاست. ما از اواخر قرن اول میلادی ما نسخه مودلن مانوسکریپت رو داریم، نسخه مودلن رو داریم که قسمتی از انجیل متی به قرن اول برمیگرده، اواخر قرن اول. ما نسخه جان رایلنز رو داریم که از نسخه قسمتی از یوحنا هست که به سال 130 میلادی برمیگرده، اوایل قرن دو. ما نسخه بودروم پاپایروس رو داریم که به سال 200 میلادی برمیگرده. ما نسخه کامل کتاب مقدس عهد جدید رو داریم به نام چستر بیتی مانوسکریپت که باز برمیگرده به سال 200 میلادی. نسخه دیاتاسرون رو داریم از تیتیان که یک الهیدان ایرانی بوده که از تمام اناجیل رو با هم جمع کرده که به سال 200 میلادی برمیگرده. ما سه تا کتاب مقدس کامل داریم، نسخه واتیکانس، سایناتیکس و الکساندرینس، که این سه تا نسخه های کامل کتاب مقدس هستند که تو سالهای 325 تا 350 و 400 بنشون، یعنی قرن 3. پس ما از اوایل قرن 2 تا قرن 4 نسخه های کاملی از کتاب مقدس داریم که اینها با نسخه های امروزی میخونه. بعد اینکه کتاب مقدس شهادت شاهدان عینی واقعه هست. لوقا میگه آنچه که من تحقیق کردم به چیزهای دیگران اون رو نوشتم، من اونها رو به تفسیر برای تو ای آل جناب تئوفیلوس مینویسم. من با شاهدان عینی صحبت کردم و از اونها شنیدم و به تفسیر و به دقت اون سلسله مراتب تاریخی رو برای تو دارم مینویسم. در اعمال رسولان 2:22 رسولان در کتاب اعمال خودشون رو شاهدان عینی واقعی عیسی میگذارن. ما ضمناً در شهادت مقرضانه دشمنان مسیح رویدادهای عهد جدید رو میدونیم که دارن گزارش میکنن. اینها کسانی بودن که اصلا مسیحی نبودن و مسیحیت رو رد میکردن. مثلا به عنوان مثال یک تاریخ نگار رومی به نام تاسیتس سال 80 تا 84 میلادی داره تایید میکنه داستانهایی که ما وقایع عیسی مسیح و مصلوب شدن او رو. یک فیلسوف یهودی به نام جوزفوس سال 90 تا 95 میلادی داره از مصلوب شدن مسیح میگه. و تالیس یک مورخ یونانی داره سال 52 از مرگ مسیح میگه که یک بار جهان تاریک شد. وقت من در این قسمت تموم میشه، اما این قسمت رو ادامه میدم و بیشتر برای شما دلایل تاریخیت کتاب مقدس رو نقل خواهم کرد.